من خودم واقعا فکر نمیکنم یه روزی عربستان همچین حماقتی بکنه یه جدی عرض میکنم و خب چون واقعا یعنی یه جورایی کار خودش رو ساخته چون بزرگواران باید یمنی خورده و یمنی ها رو بشنسن 400 سال عثمانی ها با کشورهای عربی جنگیدن تمام کشورهای عربی رو بردن زیر سلطه خودشون شما می‌بینید مصر رفت زیر سلطه امپراتوری عثمانی تنها کشوری که نرف یمن بود یعنی امپراتوری عثمانی نتونست با یمنی به جنگی دلایل مختلف داره یکی سلحشوری ذاتی این اینا این آدم جنگاوری دو چیزی برای دست دادن ندارن مثلا تو میخوای اینترنتشون رو قطع کنی چی کار کنی چیزی برای دست دادن ندارن شجاعان. عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی هم خیلی مهمه یمن یک محیط کوهستانی داره و واقعا صعب العبور یه تکتیر انداز میتونه یه لشگری رو زمین گیر بکنه اینجوری نیست که راحت بتونن حمله بکنن این سعودی هم چند بار یه حملاتی داشتن ناغافلی حمله کردن شمال یمن یه کارایی کردن من دیدم اخبارم یه تاریخچه گفت تاریخچه خوبی هم بود الو حال یک چیزی هم هست که مردم متوجه نیستم همین الان بالا گفتم که از از اون خیلی تعجب کرد جمعیت عربستان 27 میلیون جمعیت یمن 25 میلیون یمن جمعیت زیادی هم داره یعنی فکر میکنه کشور مثلا 3 4 5 میلیونیه اینطور نیست و نزدیک به نیمی از این جمعیت شیعه که اکثریتشون شیعه های زیدی هستن اینها این, این حوسی ها یه جد بزرگی داشتن که حالا پدر همین عبدالملکه بدرالدین یه پسری داشت به اسم حسین که اونو کشتن حسین رو کشتن تو همین جنگایی که داشتن و یه برادر دیگه هم دارن فکر کنم یحیی اسمش توی که کشور اروپایی حالت تبعید داشت و خود این اینا های مختلفی کردن و جالب بدونید بسیار بسیار اون حسینشون که پدرش ازش خواست که بعد از انقلاب ایران بیاد ایران و با اندیشه امام آشنا بشه اومد ایران حوزه علمی قومم درس خوند و وقتی برگشت چنان متاثر از امام بود که شعارشون رو تو پرچمشون شما دیدید الله اکبر الموت لامریکا الموت لاسرائیل لعنت علی الیهود ما پرچمی نداریم دیگه انقدر واضح همه چی رو کرده باشه لعنت بر یهود و آخرش هم میگن نصر للاسلام با الله اکبر شروع میکنه با نصر للاسلام شروع میکنه و وسط هم که با فوش به در میده خب پرچم سفیدی دارن دیدید یا نه تو این تظاهرات این دستشونه این خیلی عجیب غریبه ببینید شعارشونه و خود اسرائیلی هم بسیار نگران یمنه یعنی میگن که اینا حرفای میزنن حرفای ایرانی ها رو میزنن خیلی برای ما خطرناکه یعنی همین لعنت علی الیهود و فلان ما این لعنت علی الیهود منظور همون مقبر صهیونیسم ها نه مثلا با یه دین که کسی مشکلی نداره یه دین مثلا از ادیان الهی الا ای حال من فکر می‌کردم که این یه حمله هوایی باشه و تموم بشه بره اما الان خبری داره میاد از درگیری زمینی چون یه خانواده رو لبه مرز دادن سعودیا اینا هم پاسخ دادن یه عربستانی سرباز عربستانی کشتن و ده نفر ده نفر رو زخمی کردن با اطلاقی خواهد شد بر اینا این که چرا پاسخ تا الان ندادن حوثی ها چرا پاسخ ندادن یه خورده دلایل مختلفی میتونه داشته باشه یکی اینه که نگرانن از دو نگران دو جبه جنگن یعنی نمیخوان نمی هم با داخل به جنگن هم با خارج و خیلی خیلی این حملات داره به نفع جبه مقامت هم میشه ببین بد ها ما ناراحتیم همون واقعا دارن حماقت و خریت میکنن چون چونان داره حجت تمام میکنه که اصلا هیچی هیچ جور اینجوری حجت تمام نمیشه تا قبل این این کشور عربی میگفتن لابد بیورزن نمیتونن با اسرائیل بجنگن متوجهید الان میونن نه این برای زدن مسلمون خوب هواپیما 16 بلند میکنه اینا دارن به همین میرسن که چقدر جالب لا تجدن اشد الناس عداوه للذین امنوا که علی یهود آیه قرآن دشمنترین ترین چیه یهود آیه قرآن اینم شعارشون لعنت علی یهوده خیلی جالبه این پرچم پرچم عجیب غریبیه داره حجت تموش تو این مس که اینا جمع شدن در شرم و شیخ که واقعا اسمش بخوام یه خورده ترجمهش کنیم فارسی واقعا شرم بر اینا بود به خاطر که اونجا جمع میشن تو اونجا وقتی جمع شدن همین رئیس خودگردان فلسطین حکومت خودگردان فلسطین یه نخاله از نظر ما خب یه نخاله اون صداش در اومد گفت چرا از این اعتلافهای عربی برای اسرائیل تا انجام ندید شما مصر ناو بفرسته و نمیدونم عربستان نیروی هوایی و چون اینا مرز زمینی فقط با عربستان دارن چی؟ عمان عمان اعلام بیطرفی کرده مرز دریایی رو مصر بسته هوایی هم چی؟ عربستان و امریکا یعنی ناو امریکایی هم توی اقیانوس مستقره داره کمکشون میکنه امروز هم رسما عربستان از امریکا تقاضای کمک نظامی کرده که امریکا وارد حمله بشه و ورود پیدا بکنه تمام این بندره هایی که کنار ساحل نقاط واقعا استراتژیک میتونه شاهراه تجارتی اروپا رو ببندن فقط با یه موشکی با یه قایق تندروی و این بحث نکته هم که وجود داره اینا بحرین اول خواستن تله کنن برای جمهوری اسلامی که ایران وارد چی بشه جنگ بشه خب اینا اصل ماجراشون ای که ایران رو به یه جنگ دیگه بکشونن خب نتونستن به هیچ وجه نتونستن و همون موقع که خیلی فشار داشتن می آوردن شما دیدید که رهبری یک سخنرانی کرد که که هر کسی بخواد علیه اسرائیل کار بکنه ما بهش کمک میکنیم هر جو باشه و این حاکمان این جزیره همچین عبارتی داشتن قریب مضمون که حاکمان این جزیره کوچی که بحرین هم حرفایی میزنن نه ما تالا تا کاری نکردیم که اگر کاری کرده بودیم الان اوضاع این نبود حالا بعضی سوال میپرسن ما نباید بشه اینجا کمک کنیم چرا اما بحث سر عزیزم ببین شما عین که بریم مثلا فرض کن کل بهرن رو براشون بگیری بدی دستشون فاتحش رو باید خودشون زحمت بکشن تا قدرشو بدونن باید یاد بگیرن جهاد کنن مبارزه کنن اسلحه دست بگیرن جهاد رسانه‌ای کنن فرهنگی کنن یاد بگیرن چه از این روش هایی که میشه اون حکومت ها رو تحت فشار قرار داد خوب استفاده میکنن. امروز داره حجت تمام میشه ببینم بهتون بگم تا حجت کامل تمام نشه حضرت حجت ظهور نمیکنه حجت باید بر دنیا بر تک تک مردم دنیا و به خصوص مسلمانان باید حجت تمام میشه باید حجت ببینن به چشم ببینن امروز دیگه کسی میتونه مسلمانی بگه نه نبود نیست من نمیتونم بابا داره حمله میکنه مسلمان میکشه اون طرف فلسطین سنی اینا کمک نمیکنن درسته خب نشون میده ارتباط اینا رو با همون یهود نشون میده این آیه قرآن با مزاره یعنی همیشه همینه اینم هم ببینه از اون طرف ببینه نه این قدرت نظامی داره برای کی برای زدن شیعه و نگاه بکنه ببینه تنها جریانی که در دنیا جلوی شیعه جلوی کیه شیعه است یکی از همین اهل سنت که شیعه شده بود یه کتابی نوشته اسمش حضور ذهن ندارم الان او خودش میگه که من دلیل شیعه شدنم همین آیه قرآن بود نگاه بابا فقط شیعهان که سهیونیست رو دشمنترین ترین افراد رو زمین میدونن و با سنی ها وارد جنگ نمیشن اونا ما رو برادر میدونن اما این جریان تکفیری وهابی به ما سنی ها داره میگه اینا برادرتون نیستن اول باید شعر بکشی با بعد میریم سراغ یهود اون بعد میریم سراغ یهود هم داستانه علیه که فیلمه الو حال پیگیر این ماجرای یمن باشید یه بحثم از عزت آیتولا بهجت نقل شده که آقا اگر اذان شیعیان و فلان ایشون تکذیب کرده خب تا به نقل از حاجای صدیقی بحث شده که شیعیان ما پیگیری یمن باشن این هست اینو من از یکی از عزیزان مرکز سخص مهدویت پرسیدم گفت بله این بوده که به نقل از آی صدیقی که اونجا موقت هستم اون صدیقی خطیب بقولی که بله شیعیان تو آخر زمان پیگیر حوادث یمن باشن بله. این نکته سلواتی رو